به نام خداوندی بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. اگرچه باید دیروز روزی 8 مرد این برنامه تقدیم شما می شد، ولی ما برنامه تاریخی از 8 مرد تقدیمتان نمودیم و امروز برنامه اصلی که باید انجام می دادیم آن را تقدیمتان می نماییم. مهم این عمل کردهایی است که تمام مادران ملت از آنها آگاهی دارند و عنوان برنامه را گذاشتیم رحمانوف طول 30 سال عشق مادران را رزانید و ستم کرد. شاهیده محمدجانوا، مادر عبدالرحمن 09، یک بلاگر 25 ساله تاجیکی مقیم آلمان، در روز جهانی زن پشت مله های محکمه و تحت فشار و استنتاق مفتشان قرار دارد. اما وی نمی داند که جرمش چیست و چرا او باید در محکمه باشد، بجز از این که مادر عبدالرحمن 09 است که ضمن صحبت و برنامه های ویدیویش در فضای مجازی از فعالیت مقامات تاجیکستان و خود امام علی رحمانوف گه گه انتقاد میکند. امروز تمام حکومتداران تاجیکستان تلخکف میباشند از مردی بناموز، از مردی تاجیکی که ننگ ناموز داره و حقیقت همه خزه در پیش تمام حکومتی ها گپ میزنند. من میخواستم با امام علی رحمان صحبت کنم و به دستگاهش زنگ زدم. اوید سطر و ایجاب میخواستم صحبت کنم و این مسئله را یکم بهش حل کنیم. اما ما و شما شاهدی آن بودیم که مرا تهدید کردن، گفتن که ما ترولی میاویم. در تاجیکستان حتی خطرناک های و دستگاه پریزیدنت تاجیکستان زنگ زنی و یک مشکلی را کوشش کنی تا حل شبیاوی. اکنون که وی در دسترس مقامات رحمانوف قرار ندارد، در جواب به انتقادات وی از مادرش نقار گرفته ایستادن. خب روستان بخیر، با شما عبدالرحمن صحبت میکنم. تشکر زیاد. خب یک جنایت صادر کردگی شده اگه از جانبی مقامداران، از جانبی کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، همه چی خلی کنیم در نویه فردوسی. یعنی وقتی که کارمندان حفظ حقوق جنایت میکنن، زنگ میزنیم، تلفن هم میکشن، جنایت حکومتدارو را هیچ که به نظر نمیگیره، اما مردمی بگنو هم میبرن محکم میکنن، نه تلفنشون نمی بردارن وقتی که شنختن که عبدالرحمن زنگشون زده سه. دیدستن برادران و خواهران عزیز، پرکراتورای جنرالی نبرد چیز، پرکراتورای نوحیه فردوسی نبرداشته استای وقتی که شنختن که میام. اما گمان نکنید بینندگان گرامی که این کار مقامات است و امام علی رحمانوف درک ندارد از آن. یک پرابلمی باز نه پرابلمی وای مولاست پیش رو شگفتن اتون. امام علی رحمانوف نه فقط درک دارد، دستور بازداشت و حبس این بانو و این مادری مشتی پر را هم خود وای صادر کرده است. در دست من است، من این روز برای چی اینقدر با احساسات وای میکنم؟ کدام ساختار و مقامات من تصدیق میکنم؟ این چی است؟ این روی راست زکس است، این روی راست هدفی ناپاک دارد. این چونین بالای پاپ کای وای چونین نوشته شده است که KJA کنترل جناب عالی، حرف های سرخ قطی می نویسند تمام، دیگر گناه داری یا نداری تمام، پریگوارت خوندگی است، بی گناه گوسود می شوی، نه ادوکات، نه پرکرار، نه سود، نه امنیت و یگان کس چونین آدم ها را آزاد یا سفید کرده نمی تواند. حتما قصدن. بینندگان گرامی ممکن است از ما بپرسید که از کجا شما این KJA را فهمیدید؟ آخر این در دست سودیه ها می شود؟ بله، این اعتراف یک سودیه بود که وقتی خیلی زیاد اصرار ورزیدم و گفتم که این کار شما جنایت است، شما روزه در نزد این ملت و آن محکمه هایی که مردم را بگناه زندانی میکنه زندانی خواهد شد، آخر چرا از خدا نمی ترسید؟ روزی بازخواست است، روزی سوال و جواب است، قبر هست، انسان یک تینت و یک وجدان دارد، آن را شما فروختید، بیچاره آنچه نباید میگفت گفت. اکنون فهمید منظور از گفتن این که خود رحمانوف میداند و فرمان زندان کردن را داده است، انا همین KJA کنترل جناب عالی است. یگان نفر شما را من سپارش دادم که فراندیالا را دیگر کنید.
هزار یک طرف میگردانه بازد دیل های پل پل. مطمئن باشید که مایده ترین چونین حالت ها حتماً حتماً با اجازت و دستوری خودی امام علی رحمانوف صورت میگیرد. برخمش کن. بله، این تنها رحمانوف است که همچنین کارهای بدی در شأن یک راهبر و یک رئیس جمهوری نامناسب تنها از وی برمی آید. 10 سال پیش صورتون نمونین، خونتون ده صورتون، کودکاتون پرتریت که نبینین، چی رنگ نبوداشین؟ حالا که وی بخشیده به روز جهانی زن که در تاجیکستان روز مادر عنوان شده است، باز هم پیام شادباشی می دهد و از زن و مادر ستایش و توصیف می کند. زن مادر ابتدای هستی بشریت، مبدع مهر و وفا و رمز محبت و صداقت می باشد. یک دروغگویی و یک منافقی بیش نیست. وی در زبان بیان دیگر میگوید و در کار و عمل کار دیگر میکند. شما در پدول قطعا فرزندتون بودین در خانه کی؟ او در پدول بودم. اید بتراش تکیم جایی چیده که پوم تر نه پوپشیده پوم نه تنم ده پشوگ. ما حاضرم باور کنم برای پشوگ نه برای فرزندم که خونده نمیتونه ایش سوری مرا میگرده. هیچ که به دادم نمیرسه کی اردم میکنه. قلعا یه اصلا زمین حق میراسی خدمه قلعا دوچرات میتوازیره. وقتی که مثلا خونه شماری شما را برادرش کتین فروخت، شما مخامات های دادگاهی و پرکراتور را مراجعت کرده؟ کدم، همش در کدم قوازاش بدن لینسکی رایان در کدم حقی پدری کدگیم فرزندامه باید حقی میراس میدادن دولت فکرتنیم سودیه قانونی کار نکده به طرفی من سوم گفت من سوم نداشتم در حالت فرزندم در قچاقم بود کی به دادو بیرسه باورد نمیکنن ارخی بازی وردارن اگر حقیقتا خانه بنامی شواری من هسته حاضی اگر قانونی بگیریم بردارم ارخی یعنی لینسکی ریان هستم این چیز بنامی شوارم برای حق پدری که دگیم فرزندهای من شدن اومای گودک کرده همی گودک هسته در هر پلیکلینگو میرم میستم میگه قید نداری خانه اساسی نداریم و گودک در صدقان دیده نمیتونیم وزارت ها در بلا در چیز کنیم بلنسه میره میگه خوان اپندیسیشی کفی در درم باور کنیم نمعلوم کفی در دوم و گودک ناز کسل تا نبردن اگر چلا ندادم گودک من پرسه نکدن نکدن خوانیم یازده باید در نهم کورپس در دیمیتش بردم اونه کفی دگه گودک اپندیسی در درمش بردم تا چلا ندادم نکدن اینترنت قواز آوردم بعد گودک مشاهده ها حاکیست که وای طول 30 سال راهبریش هیچگاه به درخواست و طلب و حتی التماس و التجای هیچ مادری که به شخص خودی وی مراجعت و درخواست کمک و مساعدت کرده است نرسیده است. اخیران امیدم به همین پرد پیزن و ولایت بود. اول به خداوند بود بعد به ایو. نیکی یکان نتیجه نشید. یکان آدم دستگیریم نکرد. کمداران مردم رو چپ میگیدن. برک موهر رو فشار بره که شما از بلای ما شکایت کردید با دستای مثلا رئیس جمهور. همچنان تمام شرایط و کار و فعالیت و تجارت و درآمد را برای نزدیکان و بستگان خود در کشور فراهم کرده است. عمر خود را در مهاجرت می‌گذرانیم. علاقه جوانی ما برباد می رود در مهاجرت. ما شیرین حیات زندگی را نمی بینیم. برای چی نمی بینیم؟ برای آن که ما در مهاجرت ما سپری میکنیم عمر خود را 10 سال 5 سال 15 سال ما در مهاجرت میاییم کار میکنیم علاقه ما تاجیکستان میرویم و سلامتی خود را از دست داده ایم دیگر برای ما هیچ چیز فایده نمیکند هیچ چیز من شخصم خودم من شکایت میکنم 2 تا برادرم در زندان هستم برادر من نه آدم کشته است نه جنایت کرده است 2 تا برادرم در زندان هستم امروز شکایت من در کجا روم بکنم مادرم به بیماری گرفتار شده است 10 سال 15 سال وقتی ویاره حکم میبرارن آنها پشت زندان می روند چرا فکر نمی کنه و یا مادر دارن و یا فرزند دارن و یا فرزند یک مادر هستن 6 سال می شود در مهاجرتم حتی یک لحظه زمین خریده نمی توانم برای اونه که یک سطح زمین 3-4 هزار دلار شده
علاقه تو پول زمین رو کار میکنم که سلامتیم رو از دست میدیم. از دیدار پدر و مادر و محرومم، از دیدار فرزندان پدر و محرومم، از دیدار همه خانواده محرومم. کنی حکومت، کنی پریزیدنت که گفت همه او دیار ها با او دای موستد، کنی ما امروز کار میکنیم در وطن ما زمین میخریم. علاقه یک سطح زمین 4-5 هزار دلار شده است. ما 4-5 سال میشه در مسکو میگردیم، ما زنها میگردیم کار میکنیم، عذاب میکشیم. در کجا شکایت کنیم؟ کجا؟ چی؟ نزد پریزیدنت میرویم عرضه ما قبول نمیشه و ممکن نیست. چرا پریزیدنت نمیبراید در نزد خلقش، در بانی خلقش دراید و با خلق خودش گاب زنه؟ چرا نمیبراید؟ چرا از خونش میبراید 100 تا ماشین در دم بیو اخران هستن؟ چرا در بانی خلقش نمیبراید؟ ای مردم، شما چی کم بودی دارین، چی شکایت دارین؟ امروز من آمدم در بین شما هستم، شما تا که شکایت خود را بگویید آزادانه بیاین در پیش من گپ زنید. من امروز اودای من تمام کم بودی این ملت را به دوش خود گرفتم. چرا؟ چرا؟ چرا جوان مردای ما زندان میشوند؟ چرا؟ چرا نمیبرای در نزد مردم اینقدر مردم داد میزنن، مردم جگرشون میسوزن، مردم درن درن سوخته زن؟ چرا نمیبرای؟ چرا در یک ساید نمیبرای با مردم تم صحبت شوی؟ چرا این مواجیرا رو یک بار نمیپرسی شما چی درد داره؟ چرا نمیپرسی؟ چرا از دلی ها آگاه نیستی؟ چرا؟ اینها هر روز در اینجا بیمار می شوند، فرزندان اینا را مرده هاشون از اینجا می برن، می فهمی؟ چرا فرزندان در گرد اطراف زندگی می کنند دیگر پروای نداری؟ مگر یک فرزند بیمار شود تو قطعی بیماری وی را داری؟ برداشت داری؟ نداری؟ مادر خودش را برتر و بالاتر از مادران دیگر قرار داده است. مادر خودش را ده ها و صد ها مراتبه تعریف و توصیف کرده و نمونه آورد که چی زحمت های برای تربیت و کمالات وی و دیگر فرزندانش کشیده است. 7 یتیم از اکوها دادراش ماندگی تربیه کردن، باوایه رساندن، خاندار کردن و مادر خودش هیکل گذاشت و عشق چشمانش را هم روان کرد. اما کمترین ترحم، کمترین شفقت و کمترین انصاف هم به شاهده مامجانو نمی کند. این هم سبب همون است که الله برای یک تاجیکستان، برای یک ظالم سرنگون کردن تمام دنیا را حرکت چه باز موند. شما تا حالا هم تحمل کرده میشینید؟ برخیزید این ظالم را سرنگون کنید، برخیزید از حق خود دفاع کنید، برخیزید دین خود را محافظت کنید، برخیزید ناموس خود را محافظت کنید و برخیزید این ظالم را از روی این زمین سرنگون سازید. بس از تحمل، بس از شکرانه کردن، بس از اون وعده های دروغینی که طول 29 سال با ما و شما دادن و این اولاد گروسنه‌ای خبیث باید از تاجیکستان سرنگون شود. عرض و دادی پیویسته ما عبدالمومین و مادری گلبودین خونین کفن را نمی شنود. او برادر، او پتین، اکبر چیزیت حکومت سران و این صبح تمیت خوب خوش روی. مادری گلبودین زیابکوف از وی چیزی نخواست، فقط گفت که می خواهد با رحمان و فرو برو بشود. باوری من فقط با اساس گذور صلح و وعدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت کشور نوجوان اولی محترم امامعلی رحمان مانده است خلوص و با وی عرض و درد دل کند که پسر جوان او را در روز روشن تیر زده کشتند. کسی به او پاسخ این جنایت را نمی دهد. بنابراین جناب اولی پیشوای ملت، به شما امید زیاد دارم که البته بداد ما جگر سوخته ها البته می رسید و
البته میپذیرید. و وی از رحمانوف با عنوان راهبر دولتش رئیس جمهوریش دادخواهی کردنی است. میخواهد رحمانوف قاتلان فرزندان او را مجازات کند. دودمی که دولت رو ندیدم او رو نمیگیرم. اگر دولت رو نشون نمیده من خود رو، اگر سود دولت رو نشون نمیده من خود رو عیناً در همو میدان اسماعیل سومونی شهر خورو بدون می اویزم. بگذار بدونن که به عدولتی می تواند بچی بورده رسوند. باوری من فقط با اساسگزار صلح و عدت ملی پیشوی ملت پریزدنت کشور نورجان اولی محترم امام علی رحمان مانده است و خلوص. اما رحمانوف نه با درخواست قبولش جواب داد و نپرسید که درد چیست، کی وادارت کرده است که به رهبر دولت رو آوری. اما بیننده گرامی، این فقط مادر جگرسوخته و سینه بریان گلبودین نیست که به رحمانوف مراجعت کرده و پاسخ نگرفته و درد و داغ جگرش را خارخار میکند. ده ها و صد ها مادر تاجیک رحمانوف را آدم گفته، رحمانوف را محترم داخل نخونک گفته، رحمانوف را پرزیدنت داخل نخونک گفت، رحمانوف را رئیس داخل نخونک گفت، رحمانوف را راهبر داخل نخونک گفت، رحمانوف را پیشوا داخل نخونک گفت، رحمانوف را جناب عالی گفت و داخل نخونک با وی روی نیاز کشود. ولی رحمانوف در باز نکرد، اصلا نشونید، بلکه کار کرد که شماره از این مادران با هزاران حسرت و علم این دنیا را برای ابد ترک کردند. مادری محمد روزی اسکندروف، رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان که حالا 20 سال است در زندان به سر میبرد، در دقایق آخرین حیات اسم این جیگربندش که روی نادیده شد مرد. وای بر رحمانوف نامه نوشت که یاری دهید، چون وای هم بچه مادر است، مادرش را احترام میکند، دوست میدارد. اما رحمانوف بالکل اعتنا نکرد، اصلا هیچ توجه نکرد و مامه قطبیه 82 ساله روی جگربندش را نادیده دیدارشان در قیامت ماند. تو دیگر نمی توانی که میانی پیر زن ها، زی من افتخار سازی به هزار و یک تمنا، زی کناری خاک بودی با کناری خاک رفتی، زی دهی مزار بودی با مزاری پاک رفتی. و محمد روزی هم اجازت نداشت که مادرش را براه آخرت گسلاند و تربتش را در منزل ابدیش بگذارد. این هم در حالی است که شاهدان میگویند که رحمانوف با محمد روزی اسکندروف سخت الفت شده بودند، به حدی که در نشست و برخاست ها کنار هم می نشستند. یعنی منظور از الفت و کنار هم نشستند یعنی می نوشیدند. منظور همین از بینندگان گرامی، حتی رحمانوف با سبوتیلنیکایش هم رحم نمی کند. این زنی 25 ساله ادعا دارد هنگام بازپرسی در اداره ملی شکنجه و سوی یک کارمندان تجاوز شده است. بای سرم کشید در دیوال دسته چوری خیلی کار چیز کرد، شر زده در تنهای دیوال من را دیمه تش بردن. اول جای زیوت سکردن، پنج شش کسی زیوت سکردن که شاید در جمع مهمونی ساعت دوزه بایگه بالو برواردن، چشمو ما بستیدن سه چور بار پنج بار هم کلدور درست شونده دواندن، بردن آوردن، بردن آوردن. یا بچه درازی زردینه می تجربه رسیدن ما تا می بینم تا میشناسم شاپا جون. فکرم کسا نگو گو ما ترامه گیرم گو هم کرو تینجا گو ما ترامه گیرم گو میش کدن نگو گو. مادر یعقوب سلیم هم ده ها بار به رحمانوف نامه نوشت که میخواهد در آخرین لحظه های زندگیش پسرش را در کنارش داشته باشد، رحم و شفقت پیش آرد و آزادش کند، چون یعقوب حتی جانش را جوشن جان رحمانوف کرده بود. اشوربی سلیموا، مادر وزیر پیشینه کارهای داخلی معامین یعقوب سلیموف، از جمله به رحمانوف نوشته بود: من مادری هستم که از دیدنی روی فرزندم محرومم و جدایی ما چند سال از دوام میکند.
امیدی دیدار پسرم یعقوب را تنها شما جناب رئیس جمهور می توانید به من دهید. در محنت بشیر مادرش همه خدای قسم تو مادر او مادر او مادر بودم او یودم کشتنم او اولو چی در کشی خدم در بخم سوی وچی اچی بای داری میکنه و شوقی یکون گندگی در وقتای این مردم ما همه بگفتن که دتا بچه کدم همه در برای برای بچه خیلی میدونستم هیچیش نیم همین کوری در این نبود گذاشت همه میدونم دیگه دیگه بایدش نزد. اما هیهات این پیرزن مادر رنجور و کسل هم این آرزویش را به خاک گور بود. یعقوب تا آخرین دقایق چیشت بلی تنگم در این عالم نخونجم شدم پز ما نرویت مادری جان شدم پز ما نرویت مادری جان. همچنان امروز محمد روزی 70 ساله هم با گذشت 20 سال حبس همان سراغ مطب میکند. این هم در حال است که چنان گفتم رحمانوف برای مادر خود میرم بی هیکل گذاشت و زیر آن تندیس زار زار گریست و گفت که دعای مادران را بگیرید. اما چرا از این طرف کار که مادران دیگران هم مادرند و آنها دعای بد هم میکنند نمی اندیشیده باشد این خیره سری گاو کله؟ همین گونه حالت و وضعیت با بانوی سنگک سفروف رخ داد. رحمانوف به زن سنگک سفروف رئیسی فرانت خلقی یا مؤسس فرانت خلقی که رحمانوف را سر قدرت آورد هیچ ترحم و شفقت نکرد و پسر سنگک سفروف و چند تن دیگر از جمله پسر بابای سلمان حکم ابد داد. دولت ماه خواجه و مادر نور محمد و خانم سنگک سفروف بارها خواست که اجازت بدهند تا یک بار پسرش را ببیند. اجازت نداد رحمانوف. وای آن زمان نوشته بود که 100 نامه نوشته و پرزیدنت و دستگاه و وزارت مربوطه او اما کسی نشنید. چون این نوشته بود با سامانه رئیس جمهور هم نوشتیم بجای کارش هم مکتوب بردیم اما از آنجا جواب میگیریم که مکتوب ما به دادستانی یا دادگاه برای بررسی فرستاده شده است. هیچ یک جواب عنیق و دقیق نمیدهد. بعضی ها میگویند که خود جناب رئیس جمهور از این گپ ها خبر ندارد. همین خیز باید میکنیم که ما نمیدونیم نمیشنویم این اخبارات ها نیست چون که معلومات مده اومده ای سود است. من حیران میشوم که اینقدر شخصا به او و دیگر مقامات مراجعت کردیم نخواد خبر نیابد. خب ببینید این یک دروغ های هست که گویا رحمانوف از این نامه ها و از آنچه میگذرد با مردم آگاهی ندارد. ولی یک لایک وقتی گذاشته بشود رحمانوف آگاه میشود و 10 سال زندانی میکند. از این یکان مشکلات ندارد. حتی از روسیه هم بازداشت کرده میبرند. این را هم میفهمد. اما شکایتی فرزندانی که آنها را زندان میکند گویا ندیده است و نامه هایش به او نرسیدند. اگر مادر 82 ساله محمد روزی و 88 ساله یعقوب سلیم در حسرت حتی یک بار دیدن روی فرزندانشان از رحمان و پاسخ رد گرفتند و این جهان را پدرود گفتند، مادر رجب علی آدینایف راهبر امید 88 با وجود نوشتن نامه های با تکرار که رحمانوف پسرش را عفو کند مقامات رحمانوف مرده پسرش را به او دادند. بیبی جان خندلیه و مادر رجب علی در یک نامه اش به رحمانوف نوشته بود به حیث یک مادر از شما تولا و تضرع میکنم که پسرم تا روزی سرشوی دادگاه آزاد کرده شود تا تواند قرضش را برگرداند و توانم از دیدار عزیزش در این ایام پیری قدرت و قوت بگیرم وگرنه پر از ارمان از دنیا نومید میروم. اشور بیبی خاله و مادر عزت امان روزی 7 مرد از اتهام جدیدی نسبت پسرش عزت امان گفت این قضیه 12 سال پیش حل شده بود چگونه باز همان دعوا صورت میگیرد. این مادر پیرانسال هم در آرزوی دیدار پسرش است ولی رحمانوف چون بالای پاپکا یا دلای ساخته یکی برای بالای او نوشته اند KJA کنترال جنوبی عالی با حرفای سرخ دیگر هیچ کسی سودت نمی رسوند. چنانه که در بالا اعتراف تلخ سودیه را برایتان خواندم چون دلا زیر نظارت یک قاتل وحشی با نام امام علی شریپوویچ فرزندی گور سوخته مایرام قرار دارد و فکرم باز می خواهد به حکم
عزت امان چند سال دیگر افزاید، چون برای 232 سامانی 9 سال زندان گرفت و حکم گرفت و برای 120,000 سامانی جعلی 15 سال دیگر یا از آن بیشتر می افزایند، یا ممکن است حکم ابد برایش دهند، چون که رحمانوف هرگز به هیچ افراد یا شخصانی سیاسی مهلت های از 25 سال پایان نداده است، چون که می داند که مهلتش تمام می شود و می براید باز برای مشکل تر است. از این خاطر رحمانوف تنها هدفش نابود کردنی اپننت های سیاسی خودش هست و اینجاست که می گویم مخوفترین، قاتلترین، بیرحمترین، ناتاجیکترین، بدبخترین فرد این ملت تنها و تنها پسری مریم گرسوخته امام علی شریپویچ رحمانوف است. اینجا می شود که باز ده ها و صد ها همین گونه نمونه ها و مثال های مناسبت امام علی رحمانوف با مادران تاجیک را آورد. برای مثال یک خواهر غفار میرزایف ملقب به غفار سیدای که وی نیز در آوردن رحمانوف به قدرت و بقای کرسی وی جنگیده است، ولی حالا با حکم ابد در زندان به سر میبرد. خانم عایشه میرزایف نیز صدها نامه نوشت و رحمانوف را به انسانیت و آدمیت خوان، اما از سنگ صدا هست و از رحمانوف نه. به همین طریق به شهرت قدرتوف وکیل مدافع تاجیک اجازت ندادند که در جنازه مادرش اشتراک کند و مادری او را وقت شهرت در زندان بود براه ابدی بستگانش گسلانیدند. امثال این مادران صدها مادر دیگر تاجیک است که درخواست و نامه های آنها را امام علی رحمانوف اصلا به اعتبار نگرفته است، چون برای وی مادران دیگرها ارزش و اهمیت ندارند. وقت وی زن میگوید، مادر میگوید، دختر میگوید، فقط زن و مادر و دختری خود را در نظر دارد، نه زن و مادر و دختری کسی دیگر یا ملت تاجیک را. مادر گلبدین برای این گمان بود که رحمانوف حق را به حقدار میرساند. امید داشت که رحمانوف با عنوان آخرین محل و مقام داد او را قبول میکند، اما اکنون دیگر بعید است که چنین گمان داشته باشد، چون امام رحمانوف حتی روزی قبول ندارد، چی رسد به قبول شهروندان. همین لحظه ها در رسانه های اجتماعی شماری از بانوان تاجیک این بار از آزاده رحمانوا، دختر امام علی رحمانوف که راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است، نامه نوشته و از وی درخواست کردند که با سرنوشت شاهده ماماجانوا به تفاوت و به طرف نباشد. حالا ببینیم که تا کجا این صدا شنویده می شود و این نامه پاسخی مثبت دریافت می کند، و اگر هم که پاسخی مثبت دریافت شد برمی آید که رحم و شفقت زنانه و مادرانه وادارش کرد، ولی اگر هم که پاسخ همسان پاسخهای تا با امروز امام علی رحمانوف بود، چیزی نو نشده است، دختری پدرش است. اما این چیز بیننده گرامی یقین است که محکمه سازی شاهده ماماجانوا یک عمل بسیار همزیشت است. علم پسر را از پدر گرفتن خود یک جنایت است، اما در تاریخ دیده ایم، اما از مادر گرفتن را حتی جنایتکاران به خود تا امروز روان ندیدند، کاری که نظیرش واقع نافتاده است، کاری که هیچ جنایت گذرای جنایتکار یا اینکه هر پسر وقت جنایت انجام میدهد ممکن است پدرش را برای او جزا داده اند یا طلب نمودند، ولی از مادر آن کسی چیزی نپرسیده است. تنها و تنها به این جنایت رحمانوف قادر است، چون که او یک جنایتکار گذرا و یک قاتل مخوف است. مادران گرامی، روز 8 مرد رحمانوف تبریکتان کرد، هم باور نکنید او را. رحمانوف هیچگاه سخنش با عملش مطابقت نمی کند. تا امروز هر وعده کرد دروغ گفت و امروز هم تبریکتان کرد، باورش نکنید. اگر او مادران را دوست می داشت و احترام می کرد، فرزندان شما را با شکل اجباری به خدمت عسکری جلب نمی کرد و یا برای نبردن به عسکری مقاماتش 10 سال تا برآمدن از سین خدمت پول نمی گرفتند. پسران شما را بیگناه زندانی کرده و از روی بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی به روسیه و خارج از تاجیکستان برای زندگانی شما را پیش بردن و تامین کردن و کارهای سنگین نمی فرستاد. حداقل نفقه شما را بالا می برد و نشان می داد مادران را دوست می دارد و در خدمت مادران است. رحمانوف تنها مادر خودش میرنبی گرسوخته را دوست می دارد و تمام ممکن است ازبکبی خوشتومنش را هم دوست دارد. علت این گفته ها را علکی بیننده تیزهوش فهمید. رحمانوف با مادران جز جبر، جفا، ظلم و عشق رزانیدن کار خیر و خوب تا امروز نکرده است.
در آینده هم از او چنین توقعی را نداشته باشید. مادرانی گرامی، من مادرمه، منم مادرم تاجیکستانم، منم اورچایم، من چی فرزندم برای ظلمی شکنجه همی تاجیکستان آفریدم. من بچه هم زایدم که برن در ترما روزاشون بگذرانن. بچه بچه من ایچه شماندگی او را به او حالت بردن نمکلکش کنن. پرزیدنت محترم، جنابی رستم، همه میگه که شما فرمان دادیم، با فرمانی شما. پرزیدنت محترم، جنابی رستم همش میگه که ای بالا ما را فرمان دادن، ما تمرهای شما را همی خیل کار میکنیم. اخی چما ما را قضا دادستن؟ ای جون شیم سرشدم. پرزیدنت محترم، یا بر ما را قبول کن. بچه من مادرمه، من مادرم. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.